در این قسمت در رابطه با نحوه بیان مشکلات در موقعیت‌های مختلف صحبت می‌کنیم. خب دقت بفرمایید دوستان، یک قالب رو ما در اینجا آوردیم، از همین قالب استفاده بفرمایید برای بیان مشکلات. خب گفتیم که the main problem مشکل اصلی، main به معنی اصلی هست، main problem یعنی مشکل اصلی. خب البته میتونید main هم نگید، ممکنه مشکلی که میخواید بگید مشکل اصلی هم نباشه، ولی خب به هر حال این اصطلاح رو آوردیم که در صورت نیاز بتونید استفاده بفرمایید. The main problem of یا with یا about، هر کدوم از این سه حرف اضافه رو میتونید استفاده بفرمایید، هر سه درست هست. پس the main problem of یا with یا about فلان حالا مسئله is that دوستان یعنی این است که، is that اینه که یا همون این است که، و بعد از is that جملمون رو میگیم. یا مثلا در قسمت پایین there is a problem with، یعنی یک مشکلی وجود دارد با فلان موضوع، در یا در فلان موضوع مثلا یک مشکل وجود دارد. خب اگزمپل رو که دنبال کنید دوستان دقیقا براتون مشخص میشه که به چه صورت باید از این قالب ها استفاده کنیم. خب دقیقا بفرمایید دوستان، اینجا راجب مشکل مدرسه‌مون مثلا میخوایم صحبت کنیم. خب گفتیم که the main problem، مشکل اصلی of our school، مشکل اصلی مدرسه ما، our school مدرسه ما، is that این است که، is that دوستان این است که. پس ببینید مشکل اصلی مدرسه ما، the main problem of our school، میتونستیم بگیم with our school، is that این است که، it is یعنی it همون school هست، مدرسه هست. It is so far from our neighborhood، اینه که اون خیلی دور هست، far from یعنی دور است، دور هست از our neighborhood، از محله ما. And it takes me about an hour، و دوستان ببینید take به معنی طول کشیدن هست، it takes me، take به معنی گرفتن، گفتیم بگیر بردار ببر، گرفتن برداشتن بردن، اما به معنی طول کشیدن هم میتونه باشه. it takes me یعنی طول میکشه برای من، about one hour یا an hour، حدود یک ساعت طول میکشه برای من، to get there، تا برسم به اونجا، to get there، there هم دوستان به معنی آنجا هست، میدونید here اینجا و there آنجا. پس و برای من طول میکشه یک ساعت تا برسم به اونجا. and it... سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن، اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و بجز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.